قطره آب. به به به، چه اسفناجی باید پاک کرده اسفناجا رو. حالا هم داره گاز پاک میکنه. گاز پاک کنه آره، یه مارک برات باید بزنیم برندشو، چون من اصلا نمیتونم اینطوری که تو گاز پاک میکنی پاک کنم. نه، یه ترکیبی که درست میکنی و یاد بده بعد دیگه. اصلیش دست با مچ. با مچ کردی؟ نه خدایی، چی کار میکنی وقتی گاز پاک؟ حالا که به اینجا رسیدیم بذار بگم، بگیم به بچه ها. یه سری با گاز پاک کن خیسش میکنم چربی ها رو، هم گاز پاک کنه یه برنده معمولی. همه مراحل هم از دستان کاغذی استفاده میکنم. خب که کلا میکشه به خودش چربی. آها، یعنی دستمال چیزی استفاده نمی کنی؟ دستمال اونو دوباره باید ریکا بزنیم بشوریم دیگه، از لحاظ اقتصادی مردم مصرفه نیست. خب من اینجوری بهتر. آقا لکاش میمونه چی کار میکنی که لکاش میمونه؟ آخرش با شیشه پاک کن، بعد گاز شیشه ای رو ها. همون منظورم این گاز شیشه ای. پس اول گاز پاک کن میزنی؟ آره بله. خب بعد چی کار میکنی؟ دنبال اون دستمال قشنگه و نشون بدن دستمال جادویی. دستمال جادویی تو پیدا کردی؟ دوتا. اوه خب تردارم شستن تمیز. ببینم یکم بیارش جلو من ببینم. اینا یه دستمال های خاصیه. آها، کلن نمیدونم چه خاصیه. همه چی رو میکشه به خودش. آها، الان یه دیگه نگاه کن اینجا رو بگی آن اینجا رو دیدی چه شکلی؟ آها، الان میرم تا آخر نگاه کن پشتشو. آها، چه قشنگ. میبینی؟ آره. من اینجا با اینجا یکی بود دیگه. آره. خب پس گاز پاک کن میزنیم، با این دستمالا پاک میکنی یه دستمال کاغذی. تکلیفمونو معلوم کن. این آخر کاره. آه. اول گاز پاک کن، بعد دستمال کاغذی. با چیز با رایت گاز پاک کن و دستمال کاغذی با هم که هم کفش میکنه. آها. میخوام یه چیز امتحان کنم ببینی. خب اول اسفناجو. به به، چه اسفناجی. چی قراره برامون درست کنی؟ خانم آقایی که وانتی هنوز خیلی باحاله. خیلی من دوستشون دارم. خیلی. 6:30 هفته صبح میام میشن بعد چقدر شده. یادم رفت یه فیلم بگیرم. خیلی دوستشون دارم. با یادم نمیره. آره بگی. خانم آقا خیلی باحاله. دوستان من غذایی که مثلا زیاد حالا گوشت مرغ خالی استفاده میشه، حتی کبابی و اینا زیاد، نه که دوست نداشته باشم، خیلی دوست دارم، ولی احساس میکنم خیلی چیزا به بدن نمیرسه دیگه. امروز به حالت بودم یه اسفناج یه چیزی بگی. منم این پادرده امسال باعث شد از خیلی کارا بیفتم، یعنی مثلا سبزی پلو نگرفتم بذارم کنار، سیر نگرفتم، هی امرو فرده که حالا امروز آقا عدد رفته واسمون اسفناج گرفته که برامون غذا درست کنه. خب حالا بریم سراغ گاز. به این گاز پاک کنه. حالا هر مارکی که هر همه جا هست دیگه. آره. به خاطر چربیه. من یه لحظه میزنم. دیگه روهای گاز رو بر نمیداری این چیزا دست دست. من بذارم که شما اینو برداشتم که ببینید. آها. اول با این خب من اینجوری مثل فرچه میوادم. که مثل اسکاچ که عمل میکنه. آها. تمام چربی های چیز رو میگیره و زمانی هم که خوش میشه خواه یه سه مات میشه. نگاه کنم. آره الان قشن مات شد. نه الان مات شد درسته. آره بریم وسطشون بکشم همه که کشیم وقتتون رو میگیرم. نه تو خیلی نکته خوبی بود اونا که چون اکثر دنیا یه شده گاز شیشه. بینی الان مات میشه. حالا این که خب بالاخره میگیم دستمال جادویی، ولی خب هر دستمالی رو با شیشه پاک کن. پاک میکنی با شیشه. بزنید اینجا همین یه ذره. دوستان اگر که فیلم برداری من خوب نیست، تار باشه، به خاطر اینکه اصلا درست نمیبینم تصویری که تاره نیست. حتی همینطوری دارم فیلم میگیرم. خب حالا نکن رایت زدی دستمال کشیدی.
به همین راحت. به خود نیستم میشه گازمون تمیزه قطعه نمیشه به دست بدن. من میکشیدم دوباره چیز میشه تار میشه گاز آخه چون چربی نمونه روش. حالا ببینید این قسمته که حداد تمیز کرده رو ببینید اینجاها چقدر تمیز شده. بعد مثلا این قسمت چربه و اینا هم همون حالت با دستمال و چیز میکشه تمیز میشه. مرسی. آخو خانه اسم نجات هست که نگه دیگه اینا رو. یعنی الان آقای بیننده ما الان همه حمله میکنن دوباره تو کامنت ها به من. آخ که چرا این کار میکنی خواهم. اسم نجات جو حده چیز کرد ظرفش کوچیک بود بعد برد ریخت توی ظرفشویی اومده دوباره بقیهش داره پاک میکنه. فقط هم سراشو میگیری؟ آره من سراشو میگیرم اینجوری تو بدونی نگاه میکنم آتشفال چیزی داشت برگاه های چیزشو سالمشو این از خرابه برمیدارم این که سالم و سبزه قشنگه. خب بقیه گلاش دیگه میدونم میشست. آره دیگه. خب پس یه چند دسته مونده بود که ریختی توی زن پر شد ظرف شد ریختی یا اینا که دیگه میشوریش بعد ببینیم چی میخوای برامون داره. اصلا واجب نیست خانم خودشون بلده ببینی بارو چون چشش عمل کرده یه جورایی. آره نه خدایی حالا به چشمم کاری ندارم ولی چون من یه مقدار مریض احوالم هم میشه یه جام درد میکنه یا زانوم یا نمیدونم دستم یا فلان خلاصه آقا عداد همراهیاش همیشه شامل حال بنده بوده دستش هم درد نکنه. همیشه هم دعاش کردم گفتم انشالله عاقبت به خیر بشی انشالله که تنت سالم باشه سایت بالا سر ما باشه و خودت هیچ وقت رنگ مریضی رو نبینی انشالله که هر کی مریض داره شفا بشه. ولی زندگی این حرفا نیست دوستان. کمک کردم به همدیگه تو زندگی واقعا لذت داره اونی که آدم میخواد با یه آدم غریبه بگه بخنده با خانم خودش بگه بخنده قشنگ‌تره. هیچ حرف و سخنی هم توش در نمیاد. خب ما که فعلا تکمیل کننده هم هستیم انشالله همه هم همینطور باشن. دخترم ببین دخترت هم که خوابیده صبح همه رفته نون گرفته اومده خوابیده. آخ نونو سلام ماما سلام قربونت برم الهی مامان درست نمیتونه ببینته عشقم خانوم دوستم لیدی خیلی چیز شده طرف من نمیاد بعدم من روی کاناپه که میخوابم میاد پایین کاناپه میشینه یعنی جلو پای من. من اگر یه دفعه با چش بسته پامو بذارم زمین میرم رو شکمش انقدر که میاد پیش من. آره دخترم آخ خدا میگه منو ناز کن. آره نازت کنم ماما نازت کنم دخترم خانومم. آره با یه حالت ترحم و دلسوزی منو نگاه میکنه. برونو شکل ماهت برم مامانی اصلی جگری خانوم تلوی مامان خانم تلایی تعجب میکنه اون دستت برم نونو. غذای بچه های بیرونم که آقا عداد آماده کرده که ببریم براشون. به به اینم غذای بچه ها آماده شده که مقدارم توش میخوام نون بریزم و ماکارونی بره واسه یه بچه های خوشگلم. 5 تا اونا 2 تا تو پارکینگ 7 تا. دوستان چه هوایی ابری بارونی خیلی آرامش یه نسیم خنک و دلپذیر. اصلا سرد نیست معلوم با لباس راحت خونگی هستم
حتی من یه ذره گرمایی هم، ولی خب میبینیم که هوا خیلی خیلی خوبه. دیشب تاله بارون بوده ولی هنوز آسمون سنگینه. اینم از سبزی های قرداد که هر وقت میره سبزی بخره باید دو تا دسته سیرم بدون منظور بخره، میخره حالا یه کارش میکنه، معمولا تو املتاش میریزه، با غذا خام میخوریم. وای خدا چه پروبایی ببینم. اوف 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 تروبای قدری بهت داده. خدا نه این سبزی هم باید پاک بشه. کم کار داری این کارا رو هم به کارت اضافه میکنی؟ اینو کنجد که خریده بودیم از ییلاق بعد خام بود دیگه، خام بود. آره بودم یه خورده بعد بذاریمش تو زب بذاریم تو یخچال چون رطوبت داره یه دفعه خراب میشه. آره اینجا یه دفعه بود دادم داغه جزه دانه های روغنیه دیگه، بیرون باشه آره. خراب میشه. هنوز داغه به خاطر همین تون تون هم میزنم که میتونی زردش رو دیگه انتقال بدی اگه فکر کنی خیلی خوب حرارتش بمونه که تمام رطوبتش گرفتش. خوبه، خیلی خوبه، دستت هم درد من ادقام. دوستان الان که چشمم اینجوریه خیلی کارهای تفت دادنی و سرخ کردنی این اصلا نمیتونم انجام بدم. اینه که این کارها خیلی منو خوشحال میکنه. دستت هم درد نکن. حالا این کنجد رو من توی حتی برنج سفیدم میریزم، دمی کتلت، کوکو، نمیدونم تعدیق برنج، بعد دیگه براتون بگم تو سالاد، تو خیلی غذاها استفاده میکنم. معجونی که با قهوه‌تون درست کردم. آخ معجونی که عسل و مغزیجات و اینا رو ما قهوه‌ت درست کرده. بیار ببینیم چی کار کردی. اینو من میخورم الان چون دونه‌هاش درشته. بعد گفتم شما خب من دنبال این میگشتم، چرا اینو به من نمیدی؟ من ندادم به تو. چرا؟ چشام. نه خب چشام من میگم با چشام بخورم. دیگه بخوای به جای تق تق بکنه چش بخیر. آقا من دندونام تیزه میخورم. ای. درست کردم برات دیگه. من ریز دوست ندارم. خروش دوست دارم. یک شنبه چیز کنم از این بخورم. خب پس کنجد فقط تو این ریختی. از این مغزیجات ریزش به اضافه کنجد تو اینه، درسته؟ همینه آسیابش کردم. صبح یه تیکه نون توست از اینا میماله روش و یه قهوه به من میده که فشار به فکتون نه چیکه دست در نکنه. مرسی. خب از این سبدای جدیدی که خریدیم منم سرخش ریزه. چقدر خوبن اینا. خیلی محکم و خوبه. اوه ببخشید در بودم اجازه. سایزی هم داری. آره. حتی مرحله دوم شستن. آها. اولی یکی گلاله بود. خالی کردم بعد. خب. یه دستی بمیشورم. تمام گلاش بود. باشه دست شما درد نکنه. من خالی بکنم. چند بار این دفعه تو خونه داری میشوری؟ خوب بود، تمیز بود. نزی گل نداشت. آره این سبزی دسته یه خیلی آره خیلی خوب دست شما درد نکنه. خالی بشه یه بار دیگه بشونم و بچه کارش میکنی آبش بره بعد مرحله بعد باش با نمک دفتش بدم بذار بعدا بذار میرسیم به اون. به به سبزی آماده شد، آبشم رفت. آها حالا تو همون سبد این کاره که من میکنم. اینا آموزش هایی که اتیجانو بخواهیم بسه مرخه سبزی هایی که خیلی لازم نیست به سلا خورد بشه هم تو سبد چند تا چاقوش میکشم و میزنم تا سر صدای قرداد ندارم چون همیشه یه دستمال زیر سینی و سبدم پهن میکنه. خب من آشپزی خانوما با آقایو فهم آقایو
مطرح آشپزی که خونه میکنن سبزیت زیر رو هم بکنم. حالا آقا عدد یه پیشنهاد، این سبزی چون مقدارشو نمیدونی دیگه همینجوری خریدی، بریز توی یه دونه مایتابه، بعد قشن بذار آبش کشیده شه، اون موقع مقداری رو که لازم داری ازش وردار، چون معلومه آخه بعضی اسفناجا هست خیلی آب داره و هیچی ازش نمیمونه. بعضیشون آره گوشتی هن. خیلی خوب میمونه. میرن که به فضلن و آبشون تموم شه. چه آب کشای خوبی خریده. محکم و حسابی. همه میرن در از امارشی میخرم آب کش خرید. من هم ناوردی نکردم، گفتم ست کامله شده خرید. آره واقعا میشم برای قوره کشی بود. آره دوستان یه دونه قوره کشی داریم تو همسایگیمون. حالا حتی اینه که گفتی بیار بچه ها ببینن همشو با هم چون تا حالا نشون نداره. بعد این قوره کشی مثلا ماهی چقدره؟ ماهی 100 تومن. خب ماهی 100 تومن مثلا افتاد 1.5 میلیون. بعد اینو برای همه سبد رو چقدر بخریم؟ چقدر بخریم؟ چهار تا اندازه که میخواستیم. آره. دیگه رفتیم دیدیم البته ناگفته نمونه اینجا این قوره کشی به خاطر حمایت از یه سری از مغازه داره هست که تازه باز میکنن و محلی ها جمع میشن یه قوره کشی را میندازن مثلا در 15 نفر ماهی 100 تومن که ما 1.5 میلیون میشه میرن لوازم خونگی برمیدن. پس شما میتونی 5 تا 100 تومانی بنویسی، 3 تا 100 تومانی بنویسی. ما چند تا که دوست داری در قوانت باشه میتونی انجام بدی. بعد منطقه با هم نمیافته، جدا جداست. بعد ما که رفتیم 1.5 مثلا میشه چند تا؟ تقریبا آره آره کمتر؟ آره. نه همانقدر بندم بزرگاشم دلم میخواست یه دفعه قاعده که خب بیا همشو بردار بقیهش دادیم بقیه یعنی کلن رو هم دیگه با اون سبدی کردن تو ظرفشویی شد 2400 آره 2400 شد برای حمایت خریدیم. بعد خودمونم نداشتیم این سبدا، دوستان همیشه به میگفتن که سبداتو پلاستیکی عوض کن، این شد که ما اینا رو خریدیم. خیلی خوشگله بعد محکم خوب حالا تازه داریم ازشون استفاده میکنیم دیگه تا عمدن آب کش نمیخوام از کوچیک تا بزرگ. خب قابل شما رو نداره مرسی هر کی خواست بفرسیم نمکه اونو مرتوب شده کلمبه شده من یه پیمونه رو دستی میزنم نمک میریزیم که هم خوش طعم بشه هم که رنگش سبز مرسی دوستان. این مواد جوجه کباب بود که آقای عداد درست کرد. از اونجا که ما چیز نداریم، منقل و گریل نداریم دیگه، روی چی بود؟ روی گاز درست کردی، روی تو توری اینا خیلی سخت بود. بهش گفتم که راست شو بخواه دیگه منم جوجه دلم نمیخواست باش یه غذا درست کنه. حالا داره برام باش غذا درست میکنه. خب باش کش کنی حتی اونم غذا بوده باهاش اینو غذایی که سبزی داشته باشه. اینو ما هم بیازش بذاریم بپزه. خب بعد که بعد روغن نمیریزی دیگه؟ یه اسپری روغن میذارم زیاد نه. خب اون اسپریشو خیلی خوب از این روغن زیتون بعد شد پیازه؟ پیاز و چیز حتی این هم ناگفته نمونه. حالا همه رو نمیزم توی اسپناجی خوردشم اونجا نگه میذارم شاید موشی خانم پایین بود.
موشی هم از آخور میخوره هم از توبره. هم غذای بچه ها میخوره هم غذای خشک، همین که غذای خودمون. این هم مایتابه نگس خانمه که نگین آورد اینجا برامون غذا رید. ماکارانی درست کرده بود و من شستم، حالا هم استفاده میکنم دست موزشم. این چی میخوای اضافه کنی؟ یه دفعه یادم اومد تو سبزی خوردن که گرفتیم سیر توشه، بریزیم تو استفاده بریزیم. چه عطریه دوستان، من نمیدونم چرا یه سری سیر دوست ندارن، وقتا سیر تازه یعنی روح آدم تازه میشه. یعنی هر کس روزی یه هفته سیر، حالا سیر تازه که بمانه، روزی یه هفته سیر بخوره، من به قول میدم که هیچ وقت تو زندگیش مریض نمیشه. خب اینم الان میریزی توی اسفناج. ببین منصف چی میخوایی تحویلمون بدی دیگه. من که بالا سر قضا بیام چشمم اذیت میشه، ولی دلم نایمد اینو نگیرم. سیر همراه با اسفناج ها میده پزه. حالا کمترم میشه، آب خالیه الان، کمترم میشه. نه کم نشه که گوشنگی هیچیمون نمیشه، نه تزیه همه موقع داری. اسفناجا دیگه داره ناپدید میشه. نه اتفاقا الان کم میشه، بعد فشرده میشه دوباره زیاده. ده تا دسته گرفتم گفتم چقدر زیاده. نه اسفناج همین. خب حالا مرغا داره سرخ. او چه به روغن افتاد، نه چقدر خوب شد روغن کم زدی. چون گوشتش رون بوده، رون بود خودش شر بوده. خب حالا چی بهش میزنی؟ زردچوبه و بزن پپر سیاه و پپر قرمز به اضافه یه بساره اندازه تقریبا یه قاشق چای خوری. من اینجوری میزنم. چشمی بس تنده. این فقط چیز داشت، نمک و زعفرون دیگه، چیز دیگه نداشت. آره جوجه پپر سیاه هم و زردچوبه به غذایی که خورش داره خورشتی میشه عطر و طعم سنتی بهش میده، اصلا به رنگش که فعلا کاری نداره. همه ادویات هم هیچ چیزی که خیلی دوست دارم بس زردچوبه و فلفل سیاه. من زردچوبه تو همه چی دوست ندارم، خیلی هم استفاده نمی کنم، اما در صورتی که خیلی خوبه، ضد عفونی کننده معده و روده و اینا. اصل قضیه باشه فعلا. خب اصل قضیه چیه؟ با قاشق بریز اونو. ها؟ فهمیدم. این چیز رو بناریه که شعله خانوم توی دهکده آریا مهر ما دادن. خیلی خوشمزه است. خوشمزه توش یعنی خیلی بسته. یکی دیگه بره هنگم یکی دیگه هم بریز. دوستان این نورده سلیقه‌ای ها شما هرچقدر این یه قاشقش هم بسته، ولی ما دوست داریم. وای 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 چی شد حتی یه همه شده من زیاد جلو نهیم. اوه 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 بخ 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 حالا این اصلا جوت هم سرخ شه بهش اضافه میکنی؟ آبش هم موشه؟ یه لیوان آب بزنی و جوش بزنی، همین یه لیوان دیگه کافیه ها. آره چون موقعش تمدار بود و سخون نداشت و بعد نمیخوایم کلشون آبکی بشه. ای خدا رو بناره چه شبه. جوش کم کن بسه تا اصلا جوت هم آبش کشی بشه. عادت قاشق زدن این دور از سرت بندازی یکی با میشه همین خودش میزنه بعد این نسبت رو میده به من. خب اینم از اسفناجمون. اسفناج دیگه یواش یواش داره آبش کشیده میشه. کشیده میشه حالا یه قاشق رو بریم بری سرخش کن به نظر من، باز خودت میدونی. آبش نده دیگه، بستشه بستش.
دو تا قاشق بس. دو تا چی؟ قاشق. قاشق بس بس. دوستان این روغن کم مصرف کردن و قد دادن باید یه جورایی بهش کامنت بذارین، تذکر بدین، چون غذاشو چپ میگیم. از من بدتر ایشونه. بعد کامنت بخوام بذارم از من یه توضیح بدم بعدا من کامنت بذارم. دوستان ما کل عدم نزدیک 2 سال هست که از روغنهای نباتی استفاده نمی کنیم. روغن جامد و روغنهای مایه بازار و اینا دستی باشه، حتی اونم باید مقدارش کم باشه، زیادش اصلا روغن زیادش ضرر داره. گلا ببین شما کف تابت رو برای مرغ فقط اسپری کردی، درسته؟ دیدی چقدر روغن انداخت، چون رون بود، رون خودش چربه. بعد الان اونم دوتا قاشق داره، اینا رو هم میرن، بعد برنجت هم یه قاشق روغن میخواد، اینا همه رو هم میشه زیاد. به خدا باید تمرین کنی. نمیگم بدون روغن. نه بارها شده من غذای آب پز درست کردم یه قاشق روغنم نداشته، به به و چه چه هم کرد. ما خوردیم همون دیگه. فکر کنم اسفناج دیگه حاضر شد. بریزیم داخل اینو، بری برای پخت نهایی. چقدر میذاری بمونه؟ فکر کنم نیم ساعت باشتش بشه. آره اینقدر که تماش به همه. حالا یه سوال. کل اسفناج رو بریزم؟ آره بریز، چون موقع زیاده. باز اسفناج هنوب میشه، نترس. شد به به، چه خوراکی شد. از این بدون برنج هم میشه خورده با نون، خیلی قشنگ شد. درشو میبندیم و میذاریم قشنگ جا بیفته. پشت در نشسته تا تو بیای. رفتم پیشه بچه ها. آره هاپو غذاشون دادی. یه پاتیل غذا. دست درده اتاقا نشون داده بودم تو ویدیو. تو هم دنبال تو دم در. آخه عزیز دلم اتاقا دم دلش یه جوری میشه. من ناراحتم، دلم خواست یه حیات. حتی اگه حیات قبلیه بود چقدر خوب بود، اینا تا آخر اون پیش ما زندگی میکردم. بس همسایه ها میذاشتن اونجا. همسایه هم خیلی خوب بودن، منو خیلی دوست داشتن. نمیذاشتم، نه دیگه تو خونه بودن سرستا نمیذاشتم. خب این به کنار. غذامونم که آماده شد. آماده شد ببینم. یه ببین چه غذایی درست کردم رفتم. خب بردار. به به به. از این غذا مرسی مرسی. از عالی. پلوش. عالی. پلورم ببینم. اینا اوه 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 چه زعفرانی روش پاشیده. مرسی. همونطور که میدونی آقای عددی بدون تست نمیشه. تست داره؟ اصلی شمایی. نه دیگه، حالا یا منم یا شما. درد تسته نمیخواد. خب حالا تستش کن. بذارم اینجا یکم. آره برای خودت بکش، هم تو خودمونی خودمونی. اصلا تو کاسه بذار، افیبانو گو پریز کن. نمیخواد. آها چه بویی داره. نوش جان. به به بفرمایید میل کنید. قشنگ خورشتش بریز. همچی مردونه بخورم اونطوری برای من کلاس نذاری. یا نه الان خواهد تست کنم مزه شده. آره بفرمایید. نوش جان اسفناج اصلا که سبزی که تو هر غذایی بره خوشمزه میشه. البته خوشمزه شده. نوشه جان حتما درست کنید. اینقدر زمان نمیبره، فکر کنم تو یک ساعت کلش پخته شد. آره به خدای خوراک خوشمزه. یه خوراک اسفناج خیلی فوق‌العاده که پر از آهنه. امیدوارم شما هم درست کنید و لذت ببرید.
نوشه جون. از همینجا از تک تکتون تشکر میکنم بابت کامنت های زیباتون. واقعا ما انرژی میگیریم با کامنتاتون. من همه کامنتاتون رو میخونم. اولین کسی که کامنت رو یوتیوبان رو لایک میکنه منم. میبینم حرفاتون رو، خیلی عالیه، خیلی بهمون انرژی میده. امیدوارم که هر کجا که هستید همیشه پر انرژی و سلامت باشید. و در آخرم خداحافظی میکنم از تک تکتون. یکی دو روز باید منو تحمل کنید تا پیوان خودش بیاد جلوی دوربین. تا دیدار بعد، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.